خب درود به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اینجا با یه ویدیو دیگه، این بار میخوایم سیستم عامل محبوب اپل یعنی مکوس رو روی وی ام ور برای خودمون نصب کنیم. سیستم عامل اپل یه سری مزایا داره، سری نرم‌افزارهای اختصاصی داره، سری چیز میزها داره که هر کسی بدون دیوایس مک نمیتونه ازش استفاده کنه و این یه موزلی که همیشه پیش میاد. همیشه افراد وجود دارن که حالا دوست دارن مکوس رو تست کنن یا که نیاز دارن مکوس رو استفاده کنن و نمیتونن این کار انجام بدن. راهکاری که برای این وجود داره اینه که ما بیم روی یه ماشین مجازی اون مکوس خودمون رو نصب کنیم، که من اینجا میخوام براتون نصب مکوس روی وی ام ور رو آموزش بدم. چرا حالا روی وی ام ور، چرا روی ویرچوال باکس نه؟ چون ببینید وی ام ور یه سری آپشن ها بهمون میده، مثلا 3D acceleration با گرافیک 1 گیگابایت تا 8 گیگابایت، حالا از صفر شما میتونید بدید تا 8 گیگابایت، ولی شما روی ویرچوال باکس بیشتر از 256 مگابایت نمیتونید بدید و یه سیستم عاملی مثل macOS واقعا نمیتونه با همچین چیزی کار کنه، اصلا کند میشه، به هم میریزه. شما مثلا وقتی روی دارک تمش هستید سایه میفته روی سیستمتون به خاطر حالا اون مسائل گرافیکی که وجود داره. بنابراین ما مجبوریم از یه هایپروایزر قدرتمند مثل وی ام ور برای این کار استفاده کنیم. بریم با هم دیگه ببینیم. خب برای اینکه این کارو بکنیم ما اول که احتیاج داریم به یه دیسک آیزو برای این نصب macOSمون، که من این سینمو تغییر بدم. شما میتونید این دیسکایزش رو، این نسخه رو نمیدید توی ساخت 98، این نسخه مربوط ماشین مجازی، اینو میگیرید ادامه مطلب میزنید و از این پایین پارتاشو دانلود میکنید. چیزی هولوش فکر کنم 13 گیگی بشه، ببینم 8 تا هست که 12 تا و 12 تا خورده ای که اگه اکسترکتش کنید یه چیزی هولوش 13 گیگ باید بشه. اینو دانلودش میکنید، همینطوری که یه فایل احتیاج داریم به اسم VMware Unlocker که من زیپش رو از همینجا گیت هابش دانلود میکنم، میذارم توی کانال تلگرام، برید از همونجا بگیریدش. و در حال حاضر من بعد اینو از اینجا ببندمش چون میخوام یه آنلاکی انجام بدم. وی ام ور بای دیفالتش نمیتونه مکوس ساپورت کنه، ساپورتش نمیکنه. برای اینکه این کار انجام بدیم احتیاج داریم که این آنلاکر رو اینجا من اکستراکتش میکنم، اینو میارمش اینجا، واردش میشم و اینجا میام روی win.cmd. بعد ببینم اکستنشن های فایلم رو فعال کنم. خب این win.install.cmd اینو کلیک راست میکنم و میزنم run as administration. اینو از اینجا میزنم، ببینید میخوام آپشنش رو ببینیم، وگرنه رو هم حالت ویندوز 11 خودم هم هست، ببینید اینجا هم هست اگر که نتونست اینجا پیداش کنین توی اینجا هست. ببینید run as administrator میزنیم، اینو yes میزنم و این شروع میکنه برای من اون حالا VMware خودم رو آنلاکش میکنه. من که الان در حال حاضر داره تلاش میکنه که وی ام ور تولز رو دانلود کنه، پکیجش رو، و اینکه این پکیج اول که خیلی طول میکشه نصبش، دوم که تایی که میخواد دانلود کنه واسه داروین به ارور میخوره، ارور میده بهش، میگه شما در حال حاضر تو ایران هستید و من نمیتونم برات دانلودش کنم. بنابراین اینجا اگه بهتون ارور داد هیچ مشکلی نیست. خب من خودم نتونست ادامه بدم، من به همون وضعیت بستمش. برای اینکه وی ام ور تولز رو داشته باشیم من اینجا وی ام ور تولز رو جدا دانلود کردم، اینو براتون باز میذارم توی کانال تلگرام، از همین استفاده میکنید. خب الان من میرم توی وی ام ور خودم. حالا اینجا من وقتی که میخوام یه ماشین جدید ایجاد بکنم برام آپشن macOS هم اضافه میشه. من همینجا این چیزاشو دیفالتشو میرم، میگم بعدا به دیسکت هم میدم و اینجا میبینید که برای من آپشن macOS هم اضافه شده. حالا من میگه کدوم macOS رو داری؟ من میگم من macOS 12 رو دارم چون میخوام macOS مونتری رو نصب کنم و macOS مونتری macOS 12 است. اینو ادامه میدم و میگه خب حالا میخوای اسمش چی بذاری؟ میگم macOS خالی خوبه، اوکیه. همینو ادامه میدم و میگه چقدر پروسسور خوبه. ببین حتما بعد حداقل 4 تا هست پروسسور بهش بدیم، بنابراین اینو مورد توجه قرار بدیم، چون اینو اگه ندید واقعا مشکل پیش میاد براش، خیلی کند میشه. چون امتحان کردم روی سیستم قبلی، من 2 تا هست بیشتر نمیدادم، بعد گرافیکش هم پایین میدادم، اصلا یه جوری بود نمیشد باش کار کرد. خب اینجا باید بهش رم بدیم. رم پیشنهادی برای macOS 8 گیگابایت، بنابراین 8 گیگابایت باید بهش بدیم. حالا البته این نسخه macOSی که من دارم نصب میکنم خیلی بالا است دیگه، آخرین نسخهشه فکر کنم، آره دیگه مونتره آخریشه، بنابراین اگه حالا خواستیم نسخه پایینتر استفاده کنیم این مشکلاتو نداره. بقیه تنظیماتش هم دیفالت میزنم و اینجا وقتی که میخوایم هارد درایو ایجاد کنیم بعد بهش 120 گیگابایت بدیم، چون برای macOS مونتره واقعا احتیاجه. 120 گیگابایت بهش میدم و میگم ادامه بده، اینو برام انجام میده و کاستماایز هاردورش هم یه چک میکنم، اینو همه چی اوکیه. خب آره همه چی اوکیه و فینیش میزنم. خب این الان برای من یه دونه حالا ماشین macOS ایجاد کرده، ولی یه ایراد داریم اینجا، اینو من باید ببندم برگردم برم توی فایل هام. خب من میرم توی داکیومنت هم و اینجا توی ویرچوال ماشین توی macOS اینجا یه سری فایل ایجاد کرده، من بعد این macOS.vmx رو اینو کلیک راست کنم، اوپن ویت بزنم و
و با نوتپد بازش کنم. با نوتپد هم حالا من خودم نوتپد پلاس پلاس باز میکنم. من اینو با نوتپد پلاس پلاس بازش میکنم و میام این آخر آخر بعد بهش آپشن اضافه کنم. می‌نویسم smc.version یه فاصله میدم مساویه توی کوتیشن دبل کوتیشن صفر، اینو سیوش میکنم. خب حالا اینو میبندم، این دیگه کاری باش ندارم. این اکستنشن ها دیسیبل میکنم تا اوکی بشیم و اینو میبندمش دیگه. خب حالا کاری که میکنم اینه که اون ویم برم رو باز میکنم روی ماشین مک او اس هم بهش اون حالا سی دی شو ماونت میکنم. از همینجا بهش میگم که این دی وی دی مونتری مونه، این اوکیه. و یه چیزی رو چک بکنم ببینم گرافیکش الان در حال حاضر اوکی یا نه. 3D acceleration رو با 1 گیگابایت گرافیک بهش میدم. خب رانش میکنم و میگم برو اوکیش کن دیگه تا بریم سراغ کارو بارم. خب همینجا که میبینین از همینجا شروع میکنه روی لوگوی اپل، این شروع میکنه به لود کردن اون دیسکی که بهش دادیم. اگر که اون دیسک رو بهش نمیدادیم این حالت لوگوی اپل میومد تا وسط میرفت و وقتی که به وسط میرسید یهو ارور میاد، میگفت ببین من اصلا سیستم رو اینجا پیدا نمیکنم، داری چیکار میکنی واقعا؟ بنابراین اجازه بدین تا این کار خودش رو انجام بده و میریم جلو. من اینجا رو بایپاس میکنم. خب این الان اومده روی اون دیسک مکوسی که بهش دادم و میگه که خب حالا اوکی کن کتاب بریم جلو دیگه. اول که زبانم باید بهش انگلیش بدم، بعد حالا میاد رو حالت ریکاوری مکوس. من اینو استرچ میکنم راحت ببینیمش. خب الان رو حالت ریکاوری مکوس من باید برم روی دیسک یوتیلیتی، اینجا کانتینیو میزنم. از اینجا بعد روی اون حالا هارد درایوی که داشتیم میبینه 128 اینو باید بزنم روش، کلیک راست کنم ایریز بزنم و میگه حالا میخوای اسمش چی بذاری؟ من بهش میگم علی رزاز مک و میگه حالا فرمت این پارتیشن که میخوای ایجاد کنی چی باشه؟ بهش میگم که همین APFS باشه، اپل فایل سیستم باشه. میتونید حالا نسخه مختلفشو بذارید، اینکریپتدش بکنید، میتونید کیس سنسیتیوش بکنید. من حالا همین کیس سنسیتیو راحت تر اینو میزنم و بعد GUID پارتیشن مپم همین درسته، یعنی GPT باشه و میگم ایریسش کن. این شروع میکنه برای من این پارتیشن رو ایریس میکنه و پارتیشن جدید رو میسازه و الان بهم میگه که کار تموم شد. خب الان اومده یه پارتیشن برای من اینجا ساخته و اگر که بیام اینجا ببینیمش میبینید که یه پارتیشن داریم که هیچیش یوز نشده، یه چیز هولوش 128 گیگش الان آزاده علیرضا مک. خب من اینو از اینجا میبندمش و میام همینجا میذارم روی اینستال مک او اس مونتری، کانتینیو میزنم و اینجا شروع میکنیم به اینستال کردنش. ما اینجا هیچ ستاپی نداریم، اینا به میگه که حالا تولزش نصب نکردیم، میگم بعدا خودم نصب میکنم. خب لایسنس اگریمنت اپل میاد بالا، اینو اگری میزنیم. اینجا میگه که خب حالا اون هارد درایوی که میخوای روش نصب کنی رو انتخاب کن، اینو میزنم براش و میگم برو جلو. این شروع میکنه اون فایل های موجود روی آیزو رو میریزه روی این هارد درایوی که ایجاد شده. بنابراین ما مجبوریم که تا آخرش ساب کنیم، هیچ کار خاصی نمیکنه، فقط داره فایل ها رو کپی میکنه. اینجا فایل هاش کپی شد یه دور ریستارت میشه و بعد میاد روی حالا اون فایلی که ریخته شده، از اونجا برامون میتونیم ستاپش انجام بدیم. نصب مکوس تقریبا کم و بیش همین شکلیه، هیچ چیز خاصی نداره، مراحل نداره، فایل ها رو کپی میکنه، ستاپ میکنه و الی آخر، به همین سادگی. خب این فایل هاشو ریخت، ریستارت شد و الان بعد روی ستاپ ما بالا بیاد. من ویوی خودم رو عوض میکنم، میارم این کنار که روی این دکمه مطمئن نباشم بتونید راحت ببینید. خب ساب میکنیم تا این بوتشو انجام بده. من این وضعیتشو از روی این استرچ خارج کنم چون خیلی بد فرم شده الان. ببینید این قیافه واقعی این شکلیه و حالا وقتی که دوباره اومد روی اون ستینگش دوباره استرچ میکنم تا بتونید راحت ببینید و بعد دوباره برمیگردم روی همون حالت چون میخوام وی ام تولز رو نصب کنم تا این مشکل برطرف بشه. خب حالا ببینید این فایلش که ریخته داره فایلش رو پروسس میکنه، داره فایلش رو آماده میکنه که یه جورایی مثلا اینجوری بگیم که فایلش به هم ریخته باشه، داره فایل رو کنار هم میچینه و میشه گفت فرایند نصب مکوس اینجا صورت میگیره. یعنی فایل رو که کپی کرده حالا بعد مثلا بعضیاشو استرک کنه، بعضیاشو مثلا بریزه این و بعضیاشو بریزه اون ور و این فایل رو داره آماده میکنه. این فرایند یه کوچولو طول میکشه تا این کارش انجام میده. ما میریم و برمیگردیم. خب این کاروبارش اوکی شد، یه دور دیگه ریستارت شد و حالا داره دیگه بوت میشه، بیاد رو سیستممون بالا، ستاپش انجام بدیم و بریم جلو. خب اپل مک او اس ما بوت شده، من اینو استرچش کردم دوباره که بتونید ببینیم و میگه حالا کانتری تو انتخاب کن. من معمولا کانتریمو میذارم جرمنی چون حالا نمیدونم چرا، من معمولا چون وی پی ان رو جرمنی یا نیدرلند یکی از همین دوتا هم میزنم، واسه همین دیگه طبق معمول طبق عادت خودم میذارم جرمنی. همین که اپل آیدی که دارم رو جرمنی سیت شده، واسه همین دیگه کلا میذارم همون جرمنی باشه.
این جرمنی رو سلکت میکنم، کانتینیو میزنم. اینجا میگه یه سری چیزها رو میاره، میگه خب الان تو لنگویج تو انگلیش انتخاب کرده، انگلیش نسخه جرمنی هست. میگم یه اوکی مشکل نداره، چون انگلیش بودنش که سر جاشه. اینپوت متد هم ABC هست. ABC همون انگلیسی استاندارد دنیا هست، همون در واقع کیبورد لی اوت استاندارد خودمونه. و اینکه دیکتیشن هم انگلیش یونایتد کینگدم، اتفاقا اینش خوبه، یونایتد کینگدم بودنش خوبه. کانتینیو میزنم. اینجا یه سری اکسسیبیلیتی میاره، من همیشه میذارم نات ناو. اینجا یه سری دیتا پرایوسی اند پالیسی اینو چیزا میاره، اینم اگریمنت دوباره کانتینیو میزنیم. و اینجا میگه که خب میخوای مایگریت کنی اسیستنت تو، اسیستنت داری مثلا یه چیز مثل سیری، یه چیز مثل گوگل اسیستنت، چیز مثل حالا کورتانا که از ویندوز پی سی میاریم. و من میگم نات ناو، چون من چیزی ندارم که بخوام الان اینجا مایگریتش کنم برای این. و میگه که حالا اپل آیدی تو اینجا وارد کن. من اپل آیدی خودم رو وارد میکنم، اینجا رو دیگه شما نمیبینید و برمیگردیم. من اپل آیدی مو زدم اینجا تو فاکتور اتنتیکیشن هم غیر فعال میکنم، تو شماره بین المللی ندارم که بخوام استفاده کنم. اینجا هم به میگه که خب این اوکی نیست، این پرایوسی و امنیت و این چیزاتون برای زیر سوال میام، نمیخوام، مشکلی نداره. دو نات آپگرید رو میزنم و میرم جلو. و اینکه شما که اپل آیدی نداری، اینم هم باز مشکلی نداره، همین گوشه این کنار اینجا، اینجا که الان دستم هست، اینجا اینجا یه گزینه بود اینجا به اسم ستاپ یوزر لیتر، ستاپ یوزر یه چیزی اینجا بوده، گزینه اینجا بود، اون اگه بزنید بدون اپل آیدی میتونید کارو انجام بدید. من آیکلاود هم ستاپ میکنم. خب حالا میرسیم به بخش یوزر کریشن، که اینجا از شما میخواد که یه یوزر بسازید. و اینجا اکانت نیم تو میگه، اکانت نیم اینجا برای خودت بذار. من اکانت نیمم همیشه میذارم علیره، اکانت نیم اینجوری میذارم من همیشه. این دیگه حالا کاملا بستگی به خودتون داره. اکانت فول نیم داریم، اکانت نیم در واقع یوزر نیم شما هست، پسورد ازتون میخواد که انتخاب کنید. و در نهایت کانتینیو رو میزنیم. حالا در مورد لوکیشن سرویس میپرسه، و لوکیشن سرویس من نمیخوام حقیقتا، چون کاربردی نداره برام، به درد یه لپتاپ مک میخوره، نه به درد من. و دونت یوز میزنم. میگه حالا ساعت تو انتخاب کن، تایم زون تو در واقع میگه انتخاب کن. و من میام روی ایران. و حالا ازم میپرسه که میخوای استاتستیکس و این چیزا بفرستی واسه اپل؟ میگم نه، من هیچی نمیخوام بفرستم واسه اپل. میگه از این ایمپروومنت ها، میگه دیتای در مورد سیستم خودتو میفرستیم برای اپل که اپل حالا باگا و یو چیزا رو برطرف کنه. من اینو نمیخوام و کانتینیو میزنم. اینجا یه سری آپشن و یو چیزا آورده که میگم ستاپ لیتر. اینجا ازم میخواد که نوع تمم انتخاب کنم، من تپ معمول دارک تم انتخاب میکنم. و اینجا کانتینیو میزنم. و اینجا این مک او اس ما میاد بالا، ولی این در حال حاضر روی استرچ مود، من استرچش رو غیر فعال کنم. میبینیم که این سایزش اینقده. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، این دیسک مونتری رو اجکت میکنیم و از تب وی ام ریموویبل دیوایس، اینجا این سی دی ای، میام بهش آدرس وی ام ور تول رو میدم این بار و اینو کانکت میزنم. این برای من اینجا باز میشه و همچین چیزی میاد بالا. و بزنم روی اینستال وی ام ور تولز، و اینم که اینجا میبینیدش، اینجا بعد بزنم کانتینیو، اینستال میزنم. و اینجا ازم پسوردمو میپرسه. خب میگه ببین یه پرایوسی چک داره، اوکی؟ میگم اوکی، بده. اوپن سکیوریتی رو میزنم تا این دسترسی رو بهش بدم از اینجا، اینو از اینجا این روی لاک میزنم، پسوردمو بهش میدم، اینجا این الو رو میزنم و میگم نات ناو، بعدا حالا ریبوتش بکن. اینم میبندمش تا این کارش تموم بشه. اینکه کارش تموم شد دیگه ریستارت میزنم انجام بده. خب یهویی دیدیم که این سایز اپل لوگو بزرگ شد. دلیلش اینه که این درایور به کار افتاده، درایور گرافیک اینجا به کار افتاده. خب من وارد میشم، این به خاطر اپل آیدی، میبینید برام عکس اینو آورده، به خاطر اپل آیدی. اپل آیدی این چیزا رو رجیستر داشته از روی خودش و در حال حاضر داره برای من لودش میکنه. من این الان برم داخلش یه چیزی رو بهتون نشون بدم. این اینجا بوت شده در حال حاضر، من اینو اجکتش میکنم تا بره دیگه. و حالا من اگه بدم تو این سرور لوگوی اپل و بزنم about this mac، اطلاعاتی که برام میاره بهم میگه که ببین تو 128 مگابایت بیشتر دیسپلی نداره، با اینکه من بهش 1 گیگ داده بودم، ولی این الان داره بهم اینجوری میگه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که من اگر که اینجا براتون بیارم، میبینید که این VMware Tools Update اون نسخه که من بهتون دارم میدم آپدیت نیست، ولی خب نسخه سازگاریه. بنابراین پیشنهادم نمی کنم این کارو انجام بدید. حالا یه سری موارد اینجا داریم، مثلا من اینجا اگه کلیک کراس کنم میبینید که کمی سایه دار هست این چیزی که اینجا هست، ولی اگر که میخواین در نهایت از ماکسیموم توان اون وی ام ورتون استفاده بکنید، من پیشنهادم اینه که تولزتون رو به آخرین نسخه ارتقا بدید. و اگر که همینجوری اوکی هستید، فقط میخواین همینجوری یه ویوی داشته باشید، یه نگاهی، یه دیدی بزنید توی این محیط و برید،
همین وضعیت اوکیه، خیلی هم اذیت نمیکنه. حالا به خاطر پردازنده و این چیزا میتونه سرعت خیلی خوبی داشته باشه، سرعت خیلی خوبی رو به شما نمایش بده. بنابراین اگه فقط در حد دید زدن این چیزا هست، به همین وضعیت بسنده کنید و کفایت کنید دیگه، خیلی توی نقش نرید و خیلی اذیتش نکنید. ولی اگر که میخواید حتما استفاده کنید و الی آخر، دیگه تنها راهتون همونه که اون وی ام تولزتون رو به آخرین نسخه آپدیت کنید. برای اون کار هم شما وی پی ان تون رو روشن میکنید، اون آنلاکر رو دوباره انجامش میدید، دوباره رانش میکنید، ران از ادمینستریتور میزنید تا براتون آخرین نسخه تولز رو دانلود کنه و اون تولز رو میدید بهش و نصبش میکنید و الی آخر دیگه مشکلتون حل خواهد شد. و اینم این بود از ویدیو امروزمون نصب مکOS، و امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. استفاده کنید، لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره، اون زنگوله یوتیوب هم بزنید. تا ویدیوی بعدی و تا هر چیز بعدی، بدرود و خدایا رو نگهدارتون.